محمد حسن آسفری دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است در پی قانع نشدن تعدادی از نمایندگان از پاسخهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به سوالات خود در مورد مذاکرات هسته‌ای سوالات این نمایندگان به صحن علنی مجلس خواهد رفت جواد کریمی قدوسی، حمید رسایی، قاسم جعفری، علی اصغر زاری و عباس مقتدایی نمایندگان تندرو مجلس هستند که در جلسه دیروز حضور داشته و گفتند از پاسخ آقای ظریف قانع نشدند. این نمایندگان همگی به تشکل سیاسی جبهه پایداری نزدیک هستند که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی منتقد مذاکرات هسته‌ای بودند. منصوری آرانی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس علت عدم انتشار فکت شیت ایرانی و ادعای کوتاه آمدن تیم مذاکره کننده در برابر خواستای کشورهای غربی را از محورهای سوالات این نمایندگان در مورد مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده است. به گفته محمد صالح جوکار عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس محمد جواد ظریف در جلسه دیروز این کمیسیون گفته است من بعد از بیانیه لوزان حدود دو ساعت و نیم در برنامه های تلویزیونی بیانیه را توضیح دادم بنابراین نیازی به انتشار فکت شیت نیست و وزیر امور خارجه معتقد بوده فکت شیت مخصوص جامعه آمریکاست و آنها تلاش دارند با انتشار این سند مسائل داخلی خود را حل کنند در پی تفاهم ایران و گروه پنج به علاوه یک در لوزان سوئیس آمریکا برداشت خود از این تفاهم را در قالب یک فکت شیت منتشر کرد به دنبال این اقدام عدهای از نمایندگان کار مجلس خواستار اقدام مشابه وزارت امور خارجه ایران شدند با ارسال سوال نمایندگان از محمد جواد ظریف به صحن علنی وزیر امور خارجه باید برای پاسخگویی به این سوالات در مجلس حاضر شود این خبر در حالی اعلام شده که نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک امروز دور دیگری از گفتگوهای خود را در وین آغاز کردند. یک مقام ایرانی اعلام کرده است ایران همچنین در مذاکراتی در حاشیه اجلاس MPT میان کشورهای دارای سلاح اتمی و دیگر کشورها حضور داشته است در خبر دیگر از وزارت امور خارجه ایران مرزیه افغم سخنگوی وزارت خارجه امروز گفت وزارت امور خارجه در جریان سفر یک هیئت از طالبان به ایران نیست خانم افخم تصریح کرده باید پیگیری شود که منابعی که خبر سفر هیئت طالبان را بیان کردند با چه اطلاعات و مسئولیتی این خبر را منتشر کردند به جز سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنگوی دولت ایران هم از این سفر ابراز بیخبری کرده و گفته است از این موضوع بیخبرم این موضوع با عقل جور در نمی آید و به هر ترتیب این موضوع را تایید نمی کنم. روز گذشته خبرگزاری تسنیم خبری را مبنی بر سفر یک هیئت سیاسی از طرف طالبان به تهران منتشر کرد. خانم افغم همچنین در نشست خبری صبح روز چهارشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره کشتی نجات ایران گفت این کشتی حامل کمک های انسان دوستانه بوده و در هماهنگی کامل با سازمان ملل صلیب سرخ جهانی سازمان بهداشت جهانی و سازمان امور غذایی است ما در ارتباط و هماهنگی کامل با این سازمان ها هستیم خانم افخم افسوده اگر رفتاری خلاف این هماهنگی ها رخ داد نه تنها واکنش ما بلکه واکنش همه نهادهای مرتبط بین را در بر دارد امیدواریم این کشتی به یمن رسیده تا کمکی به شرایط فاجعه بار این کشور باشد دیروز همچنین حمید رضا بعیدی مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد هماهنگی های لازم با آژانس مربوطه در سازمان ملل برای انتقال کمک های بشردوستانه انجام شده و کشتی با این مجوز در یمن و نه در جیبوتی پهلو خواهد گرفت با وجود که پنتاگون تایید کرده که این کشتی صرفا حامل اقلام بشردوستانه است اما ریاض تهدید کرده که اجازه ورود این کشتی به یمن را نمیدهد آمریکا میگوید ارتش عراق روز یکشنبه در هنگام ترک رمادی در پی سقوط شهر و افتادن کنترل آن به دست نیروهای حکومت اسلامی دهها خودرو از جمله تانک و نفربر و توبخانه تجهیزات نظامی ارائه شده از سوی آمریکا را پشت سر خود رها کرده است سرهنگ استیوارن وارن سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران گفته است برآورد می شود شش تنک در محل رها شده است. به گفته او همین مقدار هم توبخانه شمار زیادی نفربر مسلح و نزدیک به 100 خودروی چند منظوره مانند هاموی از دیگر تجهیزاتی است که نیروهای اراقی رها کردند. به گفته سخنگوی پنتاگون برخی از آنها قابل استفاده بودند و برخی دیگر به خاطر اینکه مدتها بود حرکت نکرده بودند قابل استفاده نیستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید چون این شرایطی آمریکا را به نابود کردن این تجهیزات در حملات هوایی خود وامی دارد سرهنگ وارن در پاسخ به این پرسش که آیا ارتش عراق پیش از ترک شهر خود باید اقدام به نابودی تجهیزات میکرد تا از دسترس حکومت اسلامی دور بماند گفته است قطعا ترجیح این است که آنها نابود میشدند اما این امر محقق نشد سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده بر اطمینان واشنگتن به گیری رمادی تاکید کرده با این حال به گفته این کار سختی خواهد بود واشنگتن در این ماها بدون آنکه وارد درگیری زمینی شود دست به حملاتی هوایی علیه اسلامگرایان زده است در این حال گروهی از مشاوران ارتش آن کشور نیز در عراق حضور دارند و به آموزش نیروهای ارتش آن کشور میپردازند سقوط رمادی طی روزهای گذشته با واکنشهایی در ایالات متحده روبرو شده است جان بینر رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفته است طرح رئیس جمهور کار نمی کند. اکنون زمان آن است که او راهبردی فراگیر برای از میان برداشتن تهدید تروریستی موجود ارائه کند جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز در مقابل گفته است رئیس جمهوری همواره از پیشنهادهایی که روی کرد آمریکا در عراق را بهبود بخشد استقبال می کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید این موضوعی است که اوباما تقریبا هر روز در مورد آن با تیم مشاوران امنیتی خود گفتگو می کند. تازه ترین گزارش ها از عراق حاکی است که در پی سقوط رمادی گروه موسوم به حکومت اسلامی مواضع خود را در این شهر مستحکم کرده است. همزمان نیروهای عراقی و عشایر سنی تهاجم اسلام گرایان به خالدیه در قرب بغداد را دفع کردند در خبری دیگر پلیس کانادا دیروز اعلام کرد هفته گذشته ده جوان را در فرودگاه بین المللی مونترال بازداشت کرده است که تلاش داشتند به گروه موسوم به حکومت اسلامی بپیوندند خبرگزاری فرانسه میگوید اتهام دقیق این افراد هنوز اعلام نشده اما اعضای آن به گفته پلیس کانادا قصد داشتن به اعضای گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه ملحق شوند پلیس کانادا گذرنامه این ده نفر را ضبط کرده است اما به دلیل آنکه هنوز اتهام دقیق بازداشت شدگان را اعلام نکرده هویت آنها را نیز فاش نساخته است این تازه ترین دور از بازداشت افرادی در کشورهای غربی است که قصد پیوستن به حکومت اسلامی را داشته یا به عضویت آن درآمده یا از این گروه هواداری می کنند. سال گذشته دهها مزنون در کشورهای مختلف بازداشت و برخی نیز در پی حمله نیروهای امنیتی کشته شدند بریتانیا در تابستان گذشته سطح اقدامات امنیتی برای مواجهه با کسانی که به اسلامگرایان در عراق و سوریه پیوسته و به آن کشور باز میگردند را افزایش داد کانادا نیز صحنه حملاتی بوده است در میرماه سال گذشته در پی تیراندازی در محبته پارلمان کانادا در شهر اتاوا یک سرباز کانادایی نگهبان ساختمان پارلمان و فرد تیرانداز کشته شدند دو روز پیش از آن حمله نیز یک شهروند 25 ساله کانادایی که گفته می شود به اسلام گرویده و افراطی شده بود دو سرباز کانادایی را در منطقه کبک با خودرو زیر گرفت و یکی از آنها را کشت همسر احمد زیدابادی میگوید به آنها اطلاع داده شده که این روزنامه نگار زندانی پس از پایان دوران حبس شش سالش برای گزران در دوران تبعید خود مستقیم از زندان به گناباد فرستاده خواهد شد. مهدیه محمدی همسر احمد زیدابودی در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته است منتظر بودیم روز 31 اردیبهشت احمد بعد از 6 سال از زندان آزاد شود اما حالا میگویند از همان زندان میبرنش تبعید احساس میکنم خیلی مظلومیم احمد زیدابادی روزنامه نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد 88 بازداشت شد و بعدها پس از هفته ها حبس انفرادی در دادگاه های موسوم به کودت های مخملی به طور دست جمعی محاکمه شد و در آزرماه همان سال از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید در گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. در سال 1388 به دنبال انتشار اخبار و گزارش های متعدد از بدرفتاری معموران و بازجویان با احمد زیدابادی چند سازمان بین المللی طرفدار حقوق بشر از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند وی را آزاد کند، در همین زمینه محمد صادقی عضو شورای مرکزی و شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت به رادیو فردا گفته بود آقای زیدابادی تحت شکنجه و فشار شدید قرار دارد تا در جلسه دادگاه به خاطر نشر مقاله انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری اسلامی که در آن آیت الله خامنه ای را با عنوان معظم مورد خطاب قرار نداده علنا عذرخواهی کند سازمان یونسکو در سال 90 احمد زیدآبادی را به عنوان برنده جایزه آزادی مطبوعات این سازمان معرفی کرد. دیانا سنگو رئیس هیئت داوران این جایزه مطبوعاتی درباره دلایل اعطای این جایزه گفته بود این جایزه ادای دینی است به شجاعت استثنایی استقامت و پایبندی آقای زیدآبادی به دموکراسی حقوق بشر بردباری و انسانیت احمد زیدآبادی همچنین در سال 2010 از سوی انجمن جهانی مطبوعات و ناشران خبر که مقر آن در پاریس است به عنوان برنده جایزه معتبر قلم زرین آزادی انتخاب شد آقای زیدابادی در سال 79 نیز به جرم تبلیغ علیه نظام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه نظام 13 مرا در زندان به سر بود در آخرین گزارشی که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه شده ایران در میان 180 کشور در مقام 173 سوم از نظر رتبه بندی جهانی آزادی رسانه ها قرار دارد در این گزارش تصریح شده رتبه ایران از سال 2002 مرتب در حال سقوط بوده اما در در سال 2014 نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ای ایران در گفتگو با خبرنگار آمریکایی در نیویورک گفت در ایران کسی به خاطر اش زندانی نمی شود. وی گفته است کسانی که دست به جرم می زنن و قوانین کشور را زیر پا می گذارند نمی توانند پشت عنوانهایی مانند روزنامه نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند. در واکنش رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت محمد جواد ظریف به جای پاسخ دادن به پرسش یک خبرنگار که اطلاع چندانی هم از وضعیت سرکوب روزنامه نگاران در ایران ندارد بهتر است به 27 قطع که از سوی کمیسیون و سپس شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان در محکومیت ایران برای نقض حقوق بشر صادر شده پاسخ دهد به گفته آقای موینی ایران یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران و وبنگاران است و همکنون 44 روزنامه نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. در همین حال گزارش ها حاکی است که مهدی معتمدی مهر رئیس کمیته آموزش نهضت آزادی ایران روز 29 اردیبهشت 94 از زندان رجایی شهر به مرخصی آمد. به گزارش میزان خبر آقای معتمدی مهر در 26 اسفند 92 بازداشت شد و پس از گذراندن 3 ماه و نیم حبس در بند 209 زندان اوین برای اجرای حکم محکومیت 5 سال حبس قطعی خود به زندان رجایی شهر کرج تایید شد. نمایندگان مجلس صبح امروز ماده مربوط به موارد تخلف در فعالیت احزاب در طرح احزاب و گروه های سیاسی را با 141 رأی موافق و 6 رأی مخالف تصویب کردند. مواردی که در این ماده قانونی به عنوان جرم تلقی شده عبارتند از نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی. اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل به آزادی، استقلال، تمامیت ارزی و وحدت ملی، منافع ملی و مساله جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد. اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایع پراکنی، آموزش و ترویج خشونت، تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب، انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکت ها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هر گونه فعالیت اقتصادی که زیل قانون تجارت قرار گیرد. نمایندگان در تبصره ماده 18 این قانون احزاب را مکلف کردند ارتباطات خود با سفارتخانه ها، نمایندگی ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند. قانون کنونی احزاب ایران در تابستان سال 60 به تصویب نهایی مجلس رسید. کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تابستان سال گذشته به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده شد. بر اساس ماده چهار این طرح که تابستان سال گذشته به تصویب رسید، عدم سوء پیشینه کیفری و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه از شروط تأسیس حزب یا عضویت در آن تعیین شده است. مجلس ایران در این مصوبه علاوه بر افراد تعیین شده در قانون فعلی احزاب، افراد جدیدی را نیز از تأسیس حزب و یا عضویت در آن محروم کرده است. محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی و نیز هیئت مؤسس شورای مرکزی بازرسان دبیر کل مسئولان شعب استانی احزاب منحل شده توسط دادگاه بر اساس این مصوبه از تأسیس حزب و عضویت در آن محروم شدهاند حقوقدانان مستقل گفتند که طرح فعلی احساب مورد بحث در مجلس در منافات و مقایرتی آشکار با قانون اساسی و موازین حقوق بشر قرار دارد زیرا در صورت تصویب نهایی طرح بسیاری از افراد جامعه از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی خود محروم خواهند شد همزمان محمد امین رزازاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفته است که مجوز فعالیت 24 حزب و تشکل سیاسی صادر شده و برای 10 حزب هم پروانه فعالیت صادر شده است. رزازاده با اشاره به مجوزهای صادر شده برای انجمنهای سنفی گفت در خصوص انجمنهای سنفی و تخصصی هم 54 مورد مجوز تأسیس 39 مورد صدور پروانه و 111 مورد تمدید پروانه توسط کمیسیون صورت گرفته است همچنین در این مدت 18 مورد تمدید پروانه فعالیت انجمنهای اقلیتهای دینی توسط کمیسیون به عمل آمد مدیر کل سیاسی وزارت کشور بدون اشاره به قوانینی که در مجلس در حال تصویب است گفت با عنایت به ایرادات و کاستی های قانون فعلی احزاب پیشنویس لایحه قانون جدید احزاب با آسیب شناسی قانون فعلی و بهرهگیری از دیدگاه ها و پیشنهادات احزاب و صاحب نظران زیربط تدوین و ارائه شد. اسماعیل احمدی مقدم تا نیمه اسفند ماه 93 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود او پس از انتشار خبر انتصاب حسین اشتری به سمت فرمانده نیروی انتظامی گفته بود به درخواست خودش از ناجا می آن هم در حالی که هنوز چند ماه مح از مهلت تمدید حکم فرماندهی وی باقی مانده بود مقامات جمهوری اسلامی نیز از این جابجایی به, به عنوان امری داوطلبانه یاد کردند و توضیح دیگری درباره آن ندادند حال سایت کلمه در گزارشی که روز شنبه 29 اردیبهشت ماه منتشر کرده نوشته است احمدی مقدم به درخواست خود از کار کنار نرفته بلکه برکنار شده و این برکناری در ارتباط با کشف یک شبکی فساد مالی در زیر مجموعه های ناجا بوده است به نوشته این وبسایت آقای احمدی مقدم همچنین در رابطه با پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه های مرتبط با ناجا متهم واقع شده و دست برای دو روز در بازداشت به سر برده است وبسایت کلمه می نویسد شایعاتی وجود دارد که آقای احمدی مقدم بار دیگر بازداشت خواهد شد. به گزارش سایت کلمه همکنون حداقل دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با آن از جمله مدیرامل سابق این بنیاد که از فروردین ماه 88 در این سمت بوده و از او به نام سردار قین یاد شده در بازداشت به سر میبرند همچنین یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم در رابطه با این پرونده بازداشت شده است بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت های اقتصادی نیروی انتظامی به شمار می رود که در سال 1375 تأسیس شد اما در دوران احمدی مقدم و با کمک دولت محمود احمدی نژاد و واگذاری طرحهای عمرانی و ساختمانی به آن قدرت گرفت. این بنیاد که در ابتدا به منظور بهبود وضع زندگی کارکنان نجات تأسیس شده بود در زمان احمدی نژاد تبدیل به نهاد اقتصادی با نفوذی شد که حتی سهام بخشی از معادن کشور را در اختیار گرفت وبسایت کلمه که در گزارش خود به گفتوهای منابع مطلع سیاسی و پارلمانی استناد می‌کند، درباره ارتباط شهرداری تهران با این پرونده نیز گزارش داده است. در این گزارش آمده برکناری ناگهانی یکی از معاونان محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز در ارتباط با این پرونده بوده و هایی درباره ارتباط خود قالیباف با این پرونده وجود دارد. وبسایت کلمه همچنین به ارتباط چند سردار سپاه پاسداران با این پرونده اشاره کرده و نوشته بیشتر این سپاهیان در زمان فرماندهی محمد باقر قالیباف به ناجا منتقل شده و برخی هم با قالیباف به شهرداری رفته بودند به نوشته وبسایت کلمه مقامات جمهوری اسلامی بسیار میکوشند تا هیچ اطلاعاتی درباره این پرونده و ابعاد تخلفات مربوط به آن به بیرون درز نکند و در این مخفی کاری دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با یکدیگر همکاری دارند کلمه می نویسد اخلال در بازار ارز دستاندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه کمترین حد از سوء استفاده کشف شده بوده است فرمانده سابق ناجا اکتبر سال گذشته پس از فاش شدن فروش نفت توسط ناجا تایید کرده بود این نهاد نظامی دو بار در زمان دولت احمدی نژاد رأسا اقدام به فروش نفت کرده است و گفته بود این کار به منظور پرداخت حقوق کارمندان ناجا صورت گرفته است احمد مقدم از دو محموله به ارزش در مجموع 240 میلیون دلار سخن گفته بود. سایت پایش دیدبان اقتصاد و جامعه ایران درباره فروش نفت توسط ناجا می نویسد در طول سالهای فعالیت دولت نهم و دهم دولت بخشهای مهمی از فعالیتهای عمرانی و نفتی را به جای بخش خصوصی واقعی به شرکتهایی مانند بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد که به شرکتهای شبه دولتی مشهور شدند و همین موضوع به مرور زمان باعث بزرگتر شدن این شرکت ها و در مقابل کوچکتر شدن شرکت های خصوصی واقعی در کشور شد تا جایی که حتی دولت محمود احمدی نژاد بخشی از فروش نفت کشور را هم به بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد. وبسایت کلمه می نویسد باند با نفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده همه سعی خود را کرده تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا و پیگیری های دیگر در این رابطه را بگیرند کلمه در بخش پایانی گزارش خود میپرسد چرا مسئولان قضای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی توضیحی درباره این پرونده و علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم به افکار عمومی نمیدهند محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی با ابراز نگرانی از گذاری مردم در مؤسسات مالی غیرمجاز گفت افراد پرنفوز از موسسه های مالی غیرمجاز در کشور حمایت می کنند. دبیر کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما سهشنبه شب گفت این درست نیست که برخی مؤسسات مالی غیرمجاز به مناسبت فرارسیدن اعیاد و دیگر مراسم های ملی از رسانه ملی اقدام به تبلیغ می کنند و از این طریق مردم به مؤسسه مالی غیرمجاز اعتماد می کنند. آقای احمدی گفت در این باره بارها با صدا و سیما نامنگاری شده است. به گفته ای آقای احمدی در حال حاضر حدود شش مؤسسه غیرمجاز 20 درصد سرمایه مردم را در اختیار خود دارند و این مؤسسات با پرداخت سود بالا توانستن در سراسر کشور شعبات زیادی تأسیس کنند پیشتر گفته شده بود که هفت هزار شعبه و مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود دارد آقای احمدی گفت بانک مرکزی در کشور فقط به 700 صرافی مجوز داده است و افزود حدود 300 لیزینگ خودرو در کشور فعال هستند اما فقط 37 لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند. وی ای در این حال گفت برخورد با این مؤسسات غیرمجاز با حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی امکان پذیر است محمد حسین حسینزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت نباید اجازه بدهیم مؤسسات مالی غیرمجاز به قدری قدرت پیدا کنند که در سراسر کشور دارای ادارات عریض و طویل شوند تا جایی که توان اعمال نفوذ هم در دستگاه های دولتی داشته باشند آقای حسینزاده بحرینی گفت یکی از علل رشد این مؤسسات همکاری تنگاتنگ بانک ها و مؤسسات مالی مجاز با این مراکز غیرمجاز است مرتزا بختیاری معاون دادستان کل کشور نیز در گفتگوی تلفنی با این برنامه خبری گفت طبق قوانین جاری کشور و در ماده 96 برنامه پنجم به سراحت بانک مرکزی تنها مرجع مسائل مالی و پولی کشور تعیین شده است معاون داستان کشور با اشاره به اینکه بیش از دو میلیون تن از هموطنان در این مؤسسات غیرمجاز حساب دارند گفت مردم نباید فریب سود بیشتر را بخورند و با بررسی و دقت نظر بیشتری نسبت به افتتاح حساب و سرمایه گذاری اقدام کنند بختیاری با بیان اینکه از مؤسسات غیرمجاز تاکنون شکایتی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است گفت تا زمانی که شکایتی علیه این مؤسسات توسط متولیان امر صورت نگیرد قوه قضایی نمیتواند وارد عمل شود در سال 91 دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد در پی 1400 تا آبونی اعتباری و صندوق قرض الحسنه سه مؤسسه مالی جدید ایجاد کرده است که عمدتا وابسته به بسیج و نیروی انتظامی و سپاه هستند در حالی که پیشروی های مخالفین سوری در مناطق شمال غربی این کشور ادامه داره علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز سهشنبه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرد در خصوص اهداف این سفر رسانه های جمهوری اسلامی توضیح چندانی ندادن اما برخی رسانه های خارجی گفتند که ولایتی در این سفر تاکید کرده بر سرمایه گذاری های اقتصادی ایران در سوریه به ویژه در حوزه نفت، صنایع غذایی و همینطور ادامه حمایت های مالی ایران در قالب گشایش اعتبار وام برای رژیم سوریه در این دیدار بشار اسد گفت که حمایت کشورهای عربستان و ترکیه از به گفته او تروریست ها نتونسته تا کنون مقاومت مردم سوریه رو در هم بشکنه و این تنها به لطف حمایت جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب هستش علی اکبر ولایتی هم به موضوع آموزش مخالفان سوری توسط کشورهای عضو ائتلاف اشاره کرد و حمایت کشورهای منطقه از مخالفین اسد رو توهمی تعبیر کرد که هدفش تسلط بر منطقه هستش او گفت جمهوری اسلامی حمایت های همه جانبه خودش از رژیم سوریه رو ادامه خواهد داد همینطور اشاره بکنم که روز دوشنبه علی اکبر ولایتی سفر کوتاهی هم به لبنان داشته و با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیدار کرده این دیدارها درست در آستانه تشدید درگیری ها در مناطق شمالی و شمال غرب سوریه صورت میگیره که طی اون نیروهای مخالف اسد در روزهای گذشته تونستن پیشروی های چشمگیری داشته باشند. از جمله روز سهشنبه دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای مخالف اسد موفق شدند بزرگترین پایگاه نظامی سوریه در استان ادلب رو به تصرف خودشون در بیارن دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای نظامی اسد طی درگیری های اخیر ناچار شدن به شهرک اریها در شمال ادلب عقب نشینی بکنند اما این فعل و انفعالات در سوریه در حالی داره اتفاق میفته که از آن سو هم استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه که چند روزی هست گفتگوهای خودش رو با برخی گروه های مخالف سوری آغاز کرده روز سهشنبه بیانیه رو صادر کرده و انتقاد کرده از عملکرد ضعیف کشورهای منطقه و قدرت های جهانی در خصوص چاریابی بحران سوریه دمیستورا در این بیانیه گفته که کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی بیش از این میتونن برای حل بحران سوریه تلاش بکنن و هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نیست شاید به نوعی اشاره آقای دمیستورا به گفته های اخیر رئیس جمهور امریکا هم باشه باراک اوباما این هفته در مصاحبه با شبکه العربیه گفته بود که بحران سوریه رو امریکا به وجود نیاورده که انتظار داشته باشیم امریکا همین بحران رو حل بکنه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در تبریز به مردم این شهر قول داده است که مقصران حوادث پس از بازی تراکتور سازی را تنبیه کند. آقای روحانی که به تبریز سفر کرده است در ابتدای سخنرانی خود در تبریز گفت دیگر تراکتور تعلق به شما مردم آذربایجان ندارد بلکه متعلق به ایران است تیمی که آرزوی قهرمانی آن را در مسابقات آسیایی خواهیم داشت وی تصریح کرد اگر کسی در این حادثه مقصر باشد تردید نکنید که دولت با همه توان برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد روز گذشته محمود گودرزی که به دستور رئیس جمهوری ایران برای بررسی ماجرا به تبریز سفر کرده بود اعلام کرد که داور بازی تراکتورسازی و نفت مقصر بوده است آقای گودرزی پس از جلسه ای با مقام های ورزشی و امنیتی استان آذربایجان شرقی گفت آنچه مسلم است با بازبینی چندین باره فیلم بازی دو تیم تراکتورسازی سازی و نفت تهران مشخص شد تیم تبریزی از ناحیه قضاوت داوران خواه امدی یا صحوی متضرر شده که منجر به اتفاقات نامطلوب جمعه شب در ورزشگاه یادگار امام تبریز شد. وزیر ورزش و جوانان گفت بر این اساس دستورات لازم به فدراسیون فوتبال برای تنبیه تیم داوری داده شده تا به طور قاطعانه با آنها برخورد انضباطی به عمل آید و اخبار آن طی یکی یا دو روز آینده به اطلاع علاق مندان فوتبال و تیم تراکتورسازی خواهد رسید. علاوه بر تنبیه داوران توسط فدراسیون فوتبال جرایم سنگینی نیز برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. گودرزه درباره سیستم ارتباطی ورزشگاه یادگار امام که گفته شده بود قطع شده است گفت بر اساس استعلام از وزیر ارتباطات آنچه در این زمینه مسلم است نبود قطعی سیستم های ارتباطی اعم از مخابرات و برق است در روز بازی از ساعت 13 تا 24 هیچ گونه قطع ارتباط سیستم های مخابراتی در ورزشگاه وجود نداشته اما اختلالاتی در این رابطه به دلیل حجم انبوه جمعیت به وجود آمده است. آقای گودرزی با رد هر گونه اظهار نظر درباره اینکه مسئولان آذربایجان شرقی تصمیم امنیتی برای جلوگیری از بروز مشکل در دقایق پایانی بازی اتخاذ کردند گفت ربط دادن این قضیه به مسائل سیاسی و امنیتی به هیچ وجه درست نیست و نباید در این رابطه برخی افراد موج سواری کنند وی تصریح کرد اینکه عنوان شود غذایای ورزشگاه یادگار امام سناریویی از قبل طراحی شده بود بیشتر به توهم میماند و انتظار داریم دوستان نگاه ملیتر به موضوع داشته باشند آقای گودرزی درباره اعلام نتیجه دو دو بازی تیم سپاهان و سایپا در ورزشگاه یادگار امام گفت در آن دقایق فضای ورزشگاه به شدت ملتهب و غیر قابل کنترل بود در این خصوص گزارش رسمی و قطعی نگرفته ایم و ابهاماتی وجود دارد که شاید در یک مدت زمان بیشتر پیگیری آن ادامه یابد در نشست بررسی حوادث ورزشگاه یادگار امام تبریز علاوه بر وزیر ورزش و جوانان معاون ورزش قهرمانی و مدیر حوزه حراست مرکزی این وزارتخانه استاندار فرمانده نیروی انتظامی مدیر کل ورزش و جوانان مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی رئیس و دبیر کل فدراسیون فوتبال نیز حضور داشتند دیدار تیم های تراکتور سازی تبریز و نفت تهران که نتیجه آن در سرنوشت قهرمان چهاردهمین دوره ی لیگ برتر تعیین کننده بود به دلیل نوع داوری حوادث دقایق آخر و اینکه در کنار زمین مسابقه نتیجه دیدار همزمان سپاهان و سایپا اشتباه به کادر فنی و سرپرستی دو تیم اعلام شد لیگ برتر را تحت تاثیر قرار داد